گردو دونه 300 تومن گردو بازی شده ورزش اشرافی. قرار شده از امسال به بهترین فوتبالیست جهان به جای توپ طلایی گردو بدن. میرم سفر، مواظب خودت باش، گریه نکن بمون و منتظر باش. اخبار ساعت 21، همزبان با سفر امام خامنه‌ای به کرمانشاه، امت پرشور و همیشه در صحنه در استقبال خود مقام عظمای ولایت را ول و له کردند. اه؟ چی شد؟ آقا این خیلی اتفاقی بود. واقعا من خودم نفهمیدم. یعنی عظما رو ول کردن و لهش کردن؟ یعنی چی؟ ای توف این زندگی، توف این عشق، توف این دلتنگی، توف این جدایی. آقای کارگران یا گزارش پخش کن یا توف برسون، توفمون تموم شد. بله، نوشته که من در حسرتم که چرا یه جون بیشتر ندارم که فدای رهبرم کنم. آقا 8 روز الان توی شهر ما، توی استان ما دارن نفس میکشن و عطر نفسهاشون، ما هم به عطر نفسهاشون عادت کردیم. خب الان نمیدونیم چی کار کنیم بعد با این دلتنگی بعد رفتن آقا. یعنی میخوام بگم فقط آقا جان نفسم میگیرد در هوایی که نفسهای تو نیست. سلام. بعد همینطور که دیجا نوشته آیم داگ، من نوشتم آیم داگ. من یه بسیجی سگجون هستم. خیلی خوشحالم که میتونم 7 جونم رو فدای آقا بکنم و که 10 روز آقا دارن اینجا نفس میکشن. حقیقت دیگه اینجا جا برای نفس کشیدن ما نیسته. آقا جان نفس ما گرفت، دل ما گرفت. ای کاش دل آدم مثل دماغش بود، همینجوری فیلم میکرد با میشد. آیم داگ. امت پرشور و همیشه در صحنه در استقبال خود مقام عظمای ولایت را ول کردند. یعنی اول ول کردند بعد لهش کردند، یا نه مثلا در همون حالی که داشتن ول میکردن لهش کردند؟ مثلا چجوری بوده؟ یعنی مثلا ول کردند له شده طرف اون زیر؟ من نفهمم. آقا اگه خبر موثق نیست خب من نگم. خب اصلا اون آقایی که زیر دست پا له شده نشون بده قبل از ول. اون آقایی که زیر دست پا له شده، این آقا قبل از ول کردن آقا له شده. شما ببینید، شما پخشش کن اصلا. سلام ای وارث خون شهیدان حسین سرزمین بایزیدان. ببین حسن حسن را در حسین. جیغ جیغ نکن بچه دیگه. 20 سال مخمل خوردی. عجب، سر این چرا ما رو قبلا گفت؟ نه بعدن گفتم. والا من خودم نفهمیدم چی شد. گفتن بیاین استقبال شما، به خاطر یه لنگ مرغ لنگمونو هوا کردن. احمد آقای عزیزی گل، فرصت خوبی است با خدا خلوت کنید. این فرصت از فرصت‌هایی است که کم پیش میاد. ان شاءالله از این فرصت ها گیر شما هم بیاد. ما بیاد این بیمارستان بریش شما هر بخندیم. زن اون چه قصیده رو بخون، شاید خرج بیمارستان در اومد. دریای نورش را ببین، موج ظهورش را ببین، آن ریش بورش را ببین، آن کیف پولش را ببین، من قلب وافورش را ببین. اقدر عباشو بچست در نره، تا چکو نداده در نره از اینجا، حکم پاسورش را ببین. بله، من امروز اون نماینده مقام عظما در سازمان ملل اونو محرفه میکنه که جانشین منه. یعنی اگر یک روز من کار داشته دبوده اون زای من میشته محکم میزنه بر دهان دمگراسه، جفتش میاندازه به حقوق بشر. از قدیم گفتنده که او اولماسن بو اولسون. بله نسبت در مثال نقشه نیست، مهم اون دروشی است که کشیده میشه. حالا با اسب میکشی یا قاطع میکشی. کشیده که میگویم نه اون کشیده ها که میزنه، اون یکی کشیده. شاعر هم تو قشه میفرماید که گیرم پدر تو بود قاطر، هیچ فهمیدی برای تخاطر، دو
تو رهس نماینده ازما ملا حسن بودی و گپلور هم اون خودش جهت منزلش هم در التزام قلب عمله اصلا التزام داره به مقام ازما که هر چی دردی بلای اونه میخوره توی سر اون فاطمه شایخ اشتت شایخ فاطمه نمنمنه اونه چی اسمش بین بیره امام رو شبیه سازی کردن نه کار سیاسی از ما برمیاد نه کار عظیم نظامی از ما برمیاد یک نظام ضعیفی هستیم در این 32 سال نظام جمهوری اسلامی به جان ملت ایران افتاده است امروز شعارهای ملت ایران همون شعارهای انقلابه سقوط آینده است که در انتظار ماست تحریم گسترش پیدا کرده است تحریم ما را به زانو در می آورد دچار خطرهایی شدیم مردم هجوم میارن گردن رهبری رو محکم خواهند شکست هیبت ما شکسته است اوضاع غریبی است فضای انتخابات تهش ناامیدی و سقوط قطعیه هالیوود و غیره و غیره در اجرای نقش من تردید دارن نمیتوانند باید مواظب باشیم از این فیل که شایدی پشت ضربه نخوریم قبلا میگفتن طرف از تخمرغ دزدی شروع میکنه میرسه به بانک زدن الان میگن از بانک زدن شروع میکنه میرسه به تخمرغ دزدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اعوذ بالعظمى هو الشیطان الرجیم تذکر به یاد بیار که یک ولایت فقیه ستون فقرات عزت عظمت این کشور هست ففکر یعنی فکر بزن دو ولایت فقیه لگن خاصره حشمت و قدرت و نصرت و هیبت و فرهاد و فرزاد و کیانوش این کشور هست چیست که نداند اصل این انقلاب با هدایت‌ها و تدبیر یک ولی فقیه به سامان رسید جان جانان قهرمان قهرمانان آن سفر کرده که رفت میلیون‌ها قافله دل به همراه خود برد آیت الله العظمى امام خمینی و چیست که نداند بعد از اون سفر کرده که میلیون ها قافله رو لخت کرد جیبشون رو زد نوبت رسید به اول هیکل منطقه مال مالان خال خالان گاب نالان آیت الله العظمى امام آرنولد شد ببخشید سید علی استالونه خیلیشو میبینید نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیره چه حمایت‌های مردم حمایت مطلق نیست بلکه حمایت مشروطه این حمایت تا وقتی است که اطاعت از مقام معظم رهبری باشد نباید این مسئله مورد غفلت این یارو محمود بادمجون قرار بگیره که حمایت عظما از تو مطلق نیست تو کی بودی؟ یک تاپاله؟ تاپاله بودی؟ تو شهرداری؟ این حمایت تا وقت نیست که مثل چک تو قبای عظما نباشی به مسئولان محترم نظام دوستانه میگویم طوری عمل کنید که تو میدان اینها بازی نکنید
طوری عمل کنید که خانه های جدول دشمن رو شما پر نکنید. انتظار از مسئولین نظام اینه که با رفتارشون تو دهنشون بزنن. دارم دوستانه میگم احمدی نژاد، آخه تو نفر کدوم تیمی؟ بابا یه پاسم به این مقام عظما ندادی، عوض تو مقام عظما رو چسبوندی تو کنج سجاف. تو قرار بود تو دهن استکبار بزنی، نه تو دهن مقام عظما، اون هم تو خونه خود عظما. اون خانه ای که دیگه این روزها داره به ماتم می نشینه. اگر چشم سر رو ببندیم، چشم دل رو باز کنیم، چشم کف پا رو رزوه کنیم، چشم پشت کمر رو بابا غوری کنیم، میبینیم که عظما دست به کمر گرفته راه میره. سر همین جریان لوسبازی محمود تو بیت به من گفت که من دراز میکشم رو به قبله، ساعتی دیگر صدام بزن. ساعتی دیگه صداش زدم، دیدم ناکس زیر ملافه داره بمبی میندازه بالا. اونجا بود که رفتم یقه محمودو بگیرم، دیدم انتر سرم زده تو اتاق نشسته، میگه عظما زقمت خانه نشینم کردی، دل خسته و نومید و حزینم کردی، نستوه یگان قهرمان بودم من، از درد فراق خود چنینم کردی. عظما تو علف مرا بجینم کردی، بادنجون دور قاب چینم کردی، آخون شپشباز محل بودم من، در بیت تو خرچنگ ترینم کردی.